بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزيز، سروران گرامی، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه شگفتی های آفرینش. دوستا، این موضوع بسیار موضوع مهمی هست که به دین و زندگی ما مسلمانان تعلق دارد، که ما مسلمانان به این ایمان داریم که خداوند هست و خداوند خالق جهان هست و خداوند آفریدگار تمام کائنات هست. شناخت خداوند دلالت به چی میکند؟ به عظمت جهان میکند. وقتی که خداوند را شناختیم، به این معنی است که خداوند یک ذات بزرگی هست که این جهان پهناور و بزرگی را آفریده هست. ما اگر متوجه شیم دوستا، خداوند متعال در قرآن کریم بارها انسانها را به این متوجه ساختن که انسان از عقل خود در رابطه به جهان کار بگیرد. این جهان در نتیجه اندیشیدن در جهان درست بشناسد. لذا خداوند متعال انسان یک مخلوق عظیم آفریده است. یک انسان، یک مخلوق است که باید خود انسان خود را بشناسد و بعد از او جهان را باید بشناسد. باید جهان را بشناسد. یکی از مسائل بسیار مهمه که ربط میگیرد به انسان و جهان و شگفتی های آفرینش خداوندی موضوع علم هست دوستا. موضوع علم هست. به نظر برخی دانشمندان منظور از علم چی است؟ میگه شناخت خداوند هست، اوامر خداوند هست و شناخت مخلوقات خداوند هست. سه چیز شد: شناخت خداوند، شناخت تشریع خداوند، شناخت مخلوق خداوند. این سه چیز باید انسان چی کند؟ به او متوجه باشد که سه چیز به علم ربط میگیرد، به مسائل علمی. یا منظور از آن میگه شناخت حقیقت، شناخت شریعت و شناخت خلق خداوند هست. ببینین، شناخت پروردگار مبنا و اساسش دین هست. شناخت اوامر خداوند مبنا و اساسش عبادت هست. شناخت خلق خداوند اساس اصلاح دنیا هست. اساس چیز؟ اصلاح دنیا هست. به این معنا، یعنی اسلام به شناخت خداوند از طریق تفکر در خلقت آسمان ها و زمین ما را فرا خوانده هست و در چند سوره قرآن کریم به طور پیاپی به آن اشاره شده است و مبنای اساسی و اولی پایه‌های عقیدتی و ایمانی قرار گرفته است. ببینید که خداوند متعال در قرآن کریم چی می‌فرماید در رابطه به همین سه نقطه. نقطه اول چی بود؟ نقطه اولی بود که شناخت پروردگار مبنایش چیست؟ اساس دین هست. دین ما به اساس چی استوار است؟ به اساس شناسایی خداوند. دین ما را چی میگوید؟ که خدا را بشناسیم. اول شناخت خداوند این چیز، این اساس است که انسان باید خدا را بشناسد. وقتی که خدا را شناختین، معرفت خداوندی، بعد از او موضوع دومیش شناسایی شریعت خداوندی هست. شناسایی شریعت خداوندی هست. یعنی شناخت اوامر خداوند اساس چیست؟ اساس عبادت است. اساس عبادات خداوندی هست. و شناخت خلق خداوند چی است؟ اساس اصلاح دنیا هست. این سه نقطه بسیار مهم است که تعلق میگیرد به مسئله علمی. به مسئله علمی ما یک چند نمونیش ذکر میکنیم که قرآن کریم به او اشاره کرده است. مثلا در سوره طارق، در سوره طارق آیه 5 و 7 خداوند متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلینظر الانسان مما خلق خلق مما ان دافق یخرج من بین الصلب والترائب.
یعنی انسان باید بنگرد و دقت کند که از چی چیز آفریده شده است. او از آب جهنده ناچیز آفریده شده است. آبی که از میان استخوان پشت و استخوان سینه ها بیرون می آید. فلینظر الانسان مما خلق. این آیه قرآنی شد. فلینظر الانسان مما خلق. ای انسان، تو یک بخشی از این جهان هستی. ای انسان، تو یک بخشی از همین جهان هستی. انسان در جهان نبود ولی جهان بود. قبل از اینکه انسان به جهان بیاید، این جهان وجود داشت. آسمان ها بود، زمین بود و حتی در روی زمین یک مخلوق زندگی میکرد که او را عالم جن میگویند. پس انسان نبود ولی جهان بود. انسان نبود، جهان بود. انسان نمی باشد ولی جهان می باشد. مثلا ما انسان ها نسلن بعد نسلن، یعنی یک نسل می آید نسل دیگر می رود. پس انسان می آید و می رود ولی جهان هست. در جهان هیچ تغییر و تبدیل نمی آید. من و تو امروز در جهان هستیم، فردا نیستیم. من و تو امروز در جهان هستیم ولی فردا نیستیم، ولی جهان هست. جهان به همین حالتش باقی هست، هیچ تغییر و تبدیل نمی آید. تا که جهان به پایان می رسد، بعد از او انسان هم نسلش به پایان می رسد. خداوند متعال در این آیه سوره طارق چی می فرماید که فلینظر انسان مما خلق. ای انسان غافل، ای انسان نادان، ای انسانی که تو نه خدایت را مشناسی و نه جهان را مشناسی، میگه تو به اصلت فکر کن که مما خلق از چی آفریده شدی، اصل آفرینش تو از چی هست. پس در این آیه خداوند متعال انسان متوجه می سازد که به اصل آفرینش است متوجه شود. وقتی خودش متوجه شد که وقتی بود که من نبودم در این جهان، وجود نداشتم، نه نامم بود و نه نشانم بود و نه وجودم بود، ولی خداوند مرا آفرید، ولی خداوند مرا آفرید. در آیه دیگری هم خداوند متعال می فرماید در سوره عبسه آیه 24 و 30، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. ای همش مسائل است که ما میبینیم و در او زندگی میکنیم و با او تعامل داریم. معنای آیت چیست؟ معنای آیت ایست که انسان باید به غذای خوش بنگرد و درباره آن باندیشد که چگونه ما آن را برای او فراهم کردیم و در ساختمانی مواد غذایی و اجزای حیات بخش آن چه دقت و مهارت و ظرافت به کار بردیم. خداوند متعال می فرماید ما آب را از آسمان به گونه شگفتی می بارانیم. سببنا الماء صبا. فلینظر الانسان الى طعامه در آیت اولی می فرماید انسان باید به غذای خود بنگرد که ما او را چگونه به چی شگفتی او را آفریدیم. غذایی که ما او را می خوریم روزانه، غذاهای مختلفه، این غذایی را که ما نوش جان می کنیم میره خدا آن آفریده است. مثلا امی قرص نانی که ما میخوریم، آیا روز شده است که دو فکر کنیم که این قرص نان از چی جور شده است؟ از دانه های گندم جور شده است. این دانه های گندم کی ورد رویانیده؟ خداوند متعال. افرائیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. افرائیتم ما تحرثون در سوره واقعه است. یک جز جهان شد. خداوند متعال میگوید که آیا شما میدانید که شما امی دانه ها را در زمین کشت میکنید؟ یک دهقان، یک کشاورز زمین قلبه میکند، بعد از قلبه زمین در اونجا دانه ها را بذر میکند، مسئله تمام شد، دیگه به او آب میدهد و کود میدهد، کود کیمیاوی یا کود طبیعی،
دیگه مسئله انسان تمام شد. یکی کی او را می رویاند در اینجا کار خداوند است. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ انسان کار را کرد که تا یک مرحله معینه زمین قلبه شد، در اونجا بذرها کشت شد، به او آب داده شد، به او کود داده شد، دیگه انسان توانایی ندارد که چیز بکند. در اینجا باز قدرت خداوند است که کار خدا میکند. انتم تزرعونه ام نحن زارعون؟ تو کشت کردی ای انسان، ای دهقان، ای کشاورز، کار تمام شد. کی او را از روی زمین می رویاند؟ خداوند متعال هست. کدام قدرت است؟ قدرت خداوند هست. انتم تزرعونه ام نحن زارعون؟ خداوند متعال می گوید که ای انسان، تو کار تمام شد، ایر کی می رویاند؟ خداوند متعال. از یک دانه گندم خوشه های به میان می آید. این ساق گندم از روی زمین می روید که در هر ساق این خوشه های هست و در هر خوشه گندم دانه های هست. در هر خوشه گندم دانه های هست، ده ها صد ها دانه های هست که بعد از او دهقان می آید، این ده چی می کند؟ قطع می کند و از گندم از او استفاده می کند، او را آرد می کند و آرد خمیر می کند و از خمیر او را پخته می کند و از او نان درست می شود و نان انسان نوش جان می کند. ای چیز معنای ازیاد شد که فلینظر الانسان الی طعامه، انسان به طعامش بنگرد که طعام کی برش داد، کی به این مرحله رساند. ما یک نمونه گندم برش گفتیم، دیگر طعام چی است؟ طعام یک مفهوم عام هست، تمام غذاهایی که انسان نوش جان میکند این جزء طعام شد. مثلا ببینیم که گندم از او نان درست میشود، ما سبزیجات داریم، سبزیجات داریم، ترکاری باب داریم، میوه های داریم، او را هم انسان میخورد، جزء طعام شد. گوشت هایست که ما نوش جان میکنیم، گوشت های پرنده، گوشت های پرنده ها هست، گوشت های حیوانات است، او آن پرنده ها و حیواناتی که حلال است گوشتش، گوشت گاو است، گوشت گوسفند است، گوشت مرغ هست، روزانه ما او را میخوریم، نوش جان میکنیم، این طعام شد. کی را بر ما داد است؟ خداوند متعال. این طعام کی بر انسان مهیا ساخته است؟ خداوند متعال مهیا ساخته است که ما انسان ها او را نوش جان کنیم. این یک بخش شد، یک بخش از زندگی انسان ها در این جهان شد. نقطه دیگر را که خداوند متعال اشاره میکند که انا سببنا الماء صبا، ما آب را از آسمان به گونه شگفتی میبارانیم. سببنا الماء صبا، جز دیگر جهان این شد که خداوند متعال میفرماید که سببنا الماء صبا. واژه های عربی است که هر واژه از این یک معنای خاصی دارد. صب الماء صبا به این معنی است که خداوند متعال خیلی باران های زیادی را می باراند، یعنی آب زیادی را، آب هنگفتی را توسط باران به زمین می باراند و فرو می آید. وقتی که باران به زمین فرو آمد، این نعمت بزرگ خداوند است. باران یعنی آب. از آب باران انسان ها استفاده می کند، حیوانات استفاده می کند، زندجان ها استفاده می کند، حشرات استفاده می کند، زمین استفاده می کند، هوا استفاده می کند. یعنی آب باران تنها آب نیست، آب بارید و مسئله تمام شد. ببینین علم چی می گوید امروز. همین آب باران هست که محیط زیست پاک می سازد. ما انسان ها میبینید در جهان چه تغییرات را ایجاد کردیم. یکی از فساد انسان ها ایست که محیط زیست فاسد میسازد. این ماشین ها و موترهایی که ما از او استفاده میکنیم و دو مواد سوخت یا بنزین یا نفت از او ما استفاده میکنیم، یه خب در هوا چی میشود؟ پراگنده میشود. اکثر
سبب بیماری های ما انسان ها که در زبان عربی به نام تلوث بیئی میگوید، یعنی ملوث ساختن محیط زیست یا ملوث ساختن آب و هوا. اگر شما در بعضی کشورها یا مناطق دیده باشین که در اونجا عدد سکان از او یا باشندگان از او خیلی زیاد است، باشندگان همون سرزمین خیلی زیاد است، در اونجا مردم خیلی از این وسایل ترانسپورتی استفاده میکنن. کثرت وسایل ترانسپورتی سبب چی میشود؟ تلوث محیط زیست میشود. وقتی که محیط زیست ملوث شد، هوا فاسد شد، سبب بیماری ها میشود. یکی از حکمت های خداوند است دوستا که خداوند توسط آب باران هوا را میشوید، شستشو میکند. این هوای ملوث توسط باران چی شد؟ شستشو شد. آب آمد، همون هوایی که خراب هست، فاسد هست، ملوث هست، توسط آب باران پاک شد. مثل که آب سبب پاکی هر چیز است. لباس ما کثیف شد، نجس شد، چتل شد، توسط آب را پاک میکنیم، میشوییم. بدن انسان توسط آب چی میشود؟ شستشو میشود، پاک میشود. یک جای چتل و فاسد و نجس شد، توسط آب را پاک میکنیم. این آب هست، بزرگترین نعمت است که خداوند متعال چی فرمود؟ که انا سببنا الماء صبا، یعنی ما خیلی آب چیره میکنیم، آب را از آسمان به گونه شگفتی میبارانیم. اگه شما دیده باشین باران ها هم به انواع مختلفی است، باران تیز، بارانی که دو آب خیلی زیاد است، باران خفیف، باران کم، این انواع چیست؟ انواع باران هاست که خداوند متعال رو چی میکند؟ میباراند. از کجا؟ از آسمان. بعد خداوند متعال فرمود که ثم شققنا الارض شقا، زمین پاره ساختیم. یعنی چی مانا؟ شق زمین است که از او نباتات می روید. خدا نباتات می رویند از چی؟ از زمین، توسط آب. فانبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و زیتون و نخلا، انواع نباتات، انواع میوه ها، انواع دانه ها، توسط چی؟ توسط آب باران. آب باران بارید و در زمین این تغییرات را ایجاد کرد. پس این همش دلالت به چی میکند؟ به عظمت و بزرگی خداوند متعال که خالق این جهان هست و خالق ما و شما هست و خالق هر خرد و بزرگ هست. پس بر ماست که خالق جهان را بشناسیم، به او ایمان بیاریم و طاعت و عبادت و بندگی اموزات اقدس الهی را به جا بیاریم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.